خب من به انتهای کار رسیدم، بستم رو زدم و کار به این شکل در اومده. برای رج 16 میام دوباره توی این قسمت، یک بست میزنم و سه تا زنجیره و دوباره داخل همین یک پایه بلند یک تک زنجیره میزنم، میام این داخل دوباره یه پاک کار میزنم، ستایی، دو و سه. میام از این قسمت میگیرم به این حاله، دو تا زنجیره میزنم. الان من اینجا هفت تا پایه متوسط دارم. دوباره این قسمت یه پایه متوسط میزنم که بشه نه تا، یکی این قسمت یکی این قسمت. پس دو تا زنجیره میزنم، میام ما بین این دوتا یک پاپ کورن ستایی، یک، دو و سه. میام از قسمت اولین پایه بلند میگیرم و بعد یک زنجیره میزنم فاصله و حالا داخل این قسمت دو تا پایه بلند میزنم. به این حالت میام دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه بلند از رو میزنم، دوباره دو تا زنجیره میزنم، میام این داخل و دو تا پایه بلند، دوباره یک زنجیره و کار دوباره تکرار میشه. سه تا پایه بلند به صورت پاپ کورن میزنم، دو زنجیره، کار به این شکل میشه. پس تا انتهای رج 16 من به همین شکل میبافم. خب من تا انتهای رج 16 بافتم، حالا میخوام رج 17 رو شروع کنم. بستم رو زدم، دوباره به این قسمت بست میزنم، میام سه تا زنجیره میزنم، دوباره میرم داخل و یک پایه بلند دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم، میام داخل این فضای تک زنجیره و سه تا پایه بلند میبافم. حالا پاپ کورنم رو میزنم. و دو تا زنجیره. میرسم به این نه تا پایه متوسطم، میام از پشت پایه بلند برجسته میبافم و فاصله شون دو تا زنجیره، دوباره میام داخل و پایه بلندم رو میبافم و دوباره دو تا زنجیره، دوباره میام این داخل و پایه بلند برجستم رو میبافم، دوباره دو تا زنجیره، میام بعدی و
به این حالت پای بلندم رو از پشت میزنم و دو زنجیره و تا این انتهای این قسمت همین کار رو تکرار میکنم. ببینید به این صورت بافتم تا انتها. بعد از بافت تا آخر دو تا زنجیره میزنم. میام فاصله این تک زنجیرم و سه تا پایه بلند میزنم. یک، دو و سه. میام از این قسمت پاپکورنم رو میزنم و تک زنجیره و دوباره میام داخل این قسمت و دو تا پایه بلند میزنم. میام حالا یک زنجیره میزنم و میام داخل این قسمتی که به اینجا کاری ندارم. میام اینجا و دو تا پایه بلندم رو میبافم. یک و دو، دوباره تک زنجیره و ادامه کار. و کار به این شکل در میاد. پس تا انتها من رج 17 رو به همین شکل میبافم. خب ببینید عزیزان، من به انتهای رج رسیدم و کار به این شکل در اومد و به این سه تا زنجیره بستم رو زدم. برای آغاز رج 18 من دیگه روی این قسمت کار انجام نمیدم. میام داخل این فضای تک زنجیره. پس میام این قسمت و یک بست میزنم و اینجا سه تا زنجیره. میام دو تا پایه بلند دیگه میبافم که با این سه تا زنجیره میشه سه تا پایه بلند که بخوام پاپکورن بزنم. میام از این قسمت سه زنجیره میگیرم و به این حالت پاپکورن میزنم. یک تک زنجیره میزنم. میام این قسمت پاپکورن دورش دو تا پایه بلند میبافم. یک و دو. میرسم به این قسمتی که پایه های برجسته از پشت رو بافته بودم. سه تا زنجیره میزنم. یک، دو و سه. میام میرسم این قسمت. روی اولی یک پایه بلند برجسته از جلو میزنم. یک تک زنجیره میزنم. روی بعدی پنج تا پایه بلند میبافم که پاپکورن بزنم. دو، سه، چهار و پنج. میام از این قسمت اول میگیرم و پاپکورنم رو میزنم. یک تک زنجیره میزنم. دوباره میام داخل این فضا و پاپکورنم رو میزنم. پنج تا پایه بلند داخل بعدی. به همین صورت میبافم. وسط پاپکورن هم تک زنجیره میزنم تا برسم به این یه دونه آخر که مثل این قسمت اجرا میکنم. در واقع من باید اینجا هفت تا پاپکورن داشته باشم و ما بینشون هم یک تک زنجیره. پس من این رو انجام میدم تا انتها. خب ببینید عزیزان، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت تا پاپکورن بافتم روی پایه‌های برجسته از پشت و ما بینشون هم تک زنجیره. میام میرسم این قسمت، تک زنجیرم رو میزنم و در آخری یک پایه بلند برجسته از جلو میبافم. فقط در قسمت اول و انتهایی به این شکل عمل میکنم و چون 9 تا داشتیم 7 تاش اختصاص پیدا میکنه به این پاپکورن ها. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. میام این قسمت روی این پاپکورن یا 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2. تک زنجیره میزنم. میام داخل این تک زنجیره و سه تا پایه بلند میبافم. دو و سه. و بعد میام این قسمت میگیرم و به این حالت درستش میکنم.
این دیگه کاری ندارم. 4 تا زنجیره میزنم، 2، 3 و 4 میام داخل این فضای زنجیره این، 1 پایه کوتاه میزنم. دوباره 1، 2، 3 و 4 به این کاری ندارم، میام داخل این تک زنجیره و 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و 3 و میام از این قسمت میگیرم و دوباره 1 زنجیره و میام داخل این پاپکورن 2 تا پایه بلند میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و میام این قسمت و دوباره همین کاری که این قسمت انجام دادم رو تکرار میکنم. پس تا انتها من به همین شکل میبافم. خب ببینید دوستان، من تا انتها به همین شکل بافتم. این قسمت آخر هم که 2 تا پایه بلند دو طرف داشتیم، میام 4 تا زنجیره پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. میام به این قسمت ابتدایی که پاپکورن رو زده بودم، میام قسمت سریش و 1 بس میزنم. ما به این قسمت تک زنجیره هم کاری نداریم. میام دوباره بس میزنم. روی این 2 تا کار دارم. ببینید الان اینجا قسمت پاپکورنم بود. پس این اولی رو هم میخوام پاپکورن ببافم. پس میام داخلش و 1 بس میزنم. 3 تا زنجیره میزنم و میام دوباره داخل، 1 پایه بلند. دوباره بعدی هم 1 پایه بلند و میام از این قسمت سومین زنجیره بستم رو میزنم. 1 تک زنجیره میزنم. حالا میام داخل پایه بعدی و 2 تا پایه بلند میبافم. 1 و 2 میام میرسم به این قسمت. در ابتدای کار 3 تا زنجیره میزنم. به این قسمت کاری ندارم. میام بالای این پاپکورن این زنجیره رو میگیرم و 1 پایه کوتاه میزنم. فاصله بین این قسمت هایی که پاپکورن ها هست و 4 تا زنجیره میزنم. 1، 2، 3 و 4 میرم بالا سر پاپکورن بعدی و 1 پایه کوتاه میزنم. دوباره 1، 2، 3، 4 میام رو سر پاپکورن بعدی میگیرم و 1 پایه کوتاه میبافم. دوباره 1، 2، 3 و 4 میام روی بعدی و 1 پایه کوتاه میزنم. دوباره 1، 2، 3، 4 میام روی قسمت پاپکورن و بالا سرش 1 پایه کوتاه. دوباره 1، 2، 3 و 4 4 تا زنجیره میزنم و میام بالا سر این قسمت پاپکورن را این قسمت میگیرم و 1 پایه کوتاه میزنم. دوباره 4 تا زنجیره میزنم. 3 و 4 روی پاپکورن آخری بالا سرش 1 پایه کوتاه میزنم. این قسمت رو دیگه کاری ندارم. میام 3 تا زنجیره میزنم. ببینید میام میرسم به این قسمت. این قسمت اول رو 2 تا پایه میبافم. 2 تا پایه بلند برجسته از جلو. 1 این هم 2 1 زنجیره میزنم. حالا این 1 از این 2 تا پایه بلند
روش پاپکورن که مثل این قسمت کنار همن. یک پاپکورن سه تا پایه بلند میزنم داخل این پایه. و بعد پاپکورن. بیانم. میخوام برسم این قسمت 4 تا زنجیره بزنم. 1، 2، 3 و 4. میام داخل این قسمت. 1 پایه متوسط. دوباره 1، 2، 3 و 4. میام داخل این قسمت. 1 پایه متوسط. دوباره 1، 2، 3 و 4 زنجیره. دوباره میرسم این قسمت. به این کاری ندارم. میام به این دوتا. این اولی رو چون کنار این قرار میگیره یه پاپکورن میزنم. پس 1، 2 و 3 و به این حالت میگیرم و پاپکورنم رو میزنم. 1 زنجیره میزنم. میام داخل بعدی. اینه کاری که در ابتدا انجام دادیم. ابتدای رج. به این حالت. دوتا رو میزنم. 3 تا زنجیره میزنم و دوباره میام بالا سر این پاپکورن ها و همون کار رو تکرار میکنم. و کار به این شکل در میاد. پس تا انتها من میبافم. خب من به انتهای رج 19 رسیدم. در این قسمت در آخرین رج میام 4 تا زنجیره 1 پایه کوتاه 4 تا زنجیره 1 پایه کوتاه و 4 تا زنجیره میزنم و به انتهای کار میرسم. میخوام رج 20 رو آغاز بکنم. میام بالای سر پاپکورن و 1 بست میزنم. به این حالت میام وسط تک زنجیره هم 1 بست میزنم. میام این قسمت اینجا 1 بست میزنم و 3 تا زنجیره. میام 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم. میخوام پاپکورن بزنم. این قسمت پاپکورن بود. پس روی قسمت اول 1 پاپکورن میزنم. نخم رو میگیرم و از این عبورش میدم. 1 تک زنجیره میزنم. میام داخل پایه بعدی و 2 تا پایه بلند میزنم. به این حالت. 3 تا زنجیره 1، 2 و 3. میام داخل این زنجیره ها 4 تایی که زده بودم. میام 3 تا پایه کوتاه روی هر کدوم میزنم. 1، 2 و 3. دوباره میرم. 1، 2 و 3. دوباره میرم. 1، 2 و 3 تا این قسمت که زنجیرم 4 زنجیرم تموم میشه. ببینید من 3 پایه کوتاه رو داخل هر 4 زنجیره زدم و تمام شد. 1، 2، 3، 4، 5 6 تا 3 تایی پایه کوتاه زدم. میام اینجا دوباره 1، 2 و 3. ببینید از این 2 تا پایه بلند روی اولی 2 تا پایه بلند میزنم. 1 و 2. 1 تک زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی و 1 پاپکورن 3 تایی میزنم. 1، 2 و 3.
کرنم رو میزنم. یک، دو، سه، چهار. چهار تا زنجیره میزنم یا میرسم به این قسمت. میام این داخل و پنج تا پایه بلند میزنم. یک، دو، سه، چهار و پنج. ببینید کار به این شکل در اومده. دوباره یک، دو، سه و چهار تا زنجیره میزنم. میام این قسمت روی اولی کنار پاپکورن. یک، دو و سه. میام از این قسمت میگیرم به این حالت. یک زنجیره میزنم و میام داخل این پایه بلند و دوتا میبافم. یک و دو. دوباره سه تا زنجیره میزنم. میام میرسم به این چهار تا زنجیره ها. داخل یک، دو، سه، چهار، پنج، شش تا. اینا توی این قسمت. پایه های کوتاه ستایی میزنم و بعد ادامه کار. خب من تا انتهای رج بافتم، چهار تا زنجیرم رو زدم و حالا میخوام رج 21 رو شروع کنم. بالا سر پاپکورن بستم رو زدم، روی تک زنجیرم بستم رو میزنم، میام روی این قسمت دوم پایه بلند میگیرم و کنارش چون پاپکورنه پس پاپکورن باید ببافم. سه تا زنجیره میزنم. میام دوباره دو تا پایه بلند دیگه میبافم. به این حالت و بعد از سومین زنجیره میگیرم و پاپکورنم رو میزنم. یک زنجیره میزنم طبق روال. یک و دو. دوتا پایه بلند روی پایه بعدی. سه تا زنجیره میزنم. یک، دو و سه. ببینید اینجا روی چهار تا زنجیره من سه تا پایه کوتاه داشتم. میام وسطی، یعنی رو دومی یک پایه کوتاه میزنم. دوباره یک، دو، سه، چهار تا زنجیره میام میرسم به این سه تا پایه کوتاه. میام وسطی، یعنی دومی رو میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره یک، دو، سه، چهار. میام روی این سه تا، میام روی وسطی و میبافم تا انتهای این پایه های کوتاه. به همین شکل میبافیم. پس من میبافم برمیگردم. خب ببینید عزیزان، من بافتم. از این چهار تا زنجیره ها یک، دو، سه، چهار و پنج تا میمونه. میام سه تا زنجیره میزنم. یک، دو و سه. میام روی اولین پایه دو پایه یه بلند میزنم. یک و دو. یک زنجیره میزنم. میام حالا اینی که کنار پاپکورنه یک پاپکورن میبافم. یک، دو و سه. میام از این قسمت میگیرم و پاپکورنم رو میزنم. یک، دو، سه، چهار تا زنجیره میزنم. میام میرسم به این قسمت پنج تا پایه بلندم. روی هر کدوم باید دو تا بزنم و فاصله بین پایه های بلندم هم از رو میبافم. باید تک زنجیره باشه. این یک پایه و این هم دو پایه. یک زنجیره میزنم.
میرم داخل پایه بعدی. دو، دوباره بعدی. دو. دوباره تک زنجیره رو پایه بعدی. یک و دو و دوباره تک زنجیره و آخرین پایه. یک و دو و چهار تا زنجیره. ببینی به این شکل میشه. روی پنج تا دو تا بافتم. دوباره میرسم به این قسمت، میام کنار این، میشه یه پاپکورن باید بزنم. یک دو و سه، پاپکورنم رو میزنم، یک زنجیره، میرم داخل پایه بعدی و دوتا میبافم. چهار تا زنجیره میخوام برسم اینجا، سه تا زنجیره، دو و سه، سه تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت، از بین این سه تا پایه کوتاه میام وسطی، کناره های کار سه تا زنجیره، ما بین پایه های کوتاه چهار تا زنجیره، پس تا انتها به همین شکل میبافم.